نیمه عقرب سال 87 گواه رویداد تلخ و خونین بغلان بود. رویداد غم انگیزی که در آن سید مصطفی کاظمی و شماری از نمایندگان مجلس و شمول 74 دانش آموز جان باختند. شهروندان و خانواده های قربانیان امروز در تالار لویجرگه در تجلیل از قربانیان آن روز گرد هم آمدند. در عرصه سیاست شهید کاظمی یک سیاستمدار بسیار مدبر و توانا و همراه با اخلاق بود. یعنی سیاست عجین کرده بود با اخلاق امروز در جامعه امروز. به او خاطر بود که شهید کاظمی در بین اقوام مختلف افغانستان جا پیدا کرده بود. پس از گذشت 13 سال هنوز چگونگی آن رویداد معلوم نیست و عاملان آن نیز به پنجه قانون سپردن نشدند. مال دیار لس کالا شو. پا دیار لسو کلو که منگا کاظمی نده هیر کرده. پا دیار لسو کلو که منگا انجینر سیب متین نده هیر کرده. پا دیار لسو کلو که زمونگ نهیچ کلا سبغت الله زکی نده هیر شوی. بخش از صحبت ها هم اشاره به گفتگوهای صلح و شرایط حساس امروز جامعه است. از افزایش حملات هراس افغانانه تا بنبست مذاکرات صلح قطر. نمیشه که شما کشته برین و ما دیده بریم. این کارهایی که شما میکنین یا بستگانی از شما میکنه یا جریانهای جدا شده شما میکنه، داعش در کجاست؟ کدام داعش؟ داعش اگر ساخته چند تا کشورهای قدرتمند خاور میانه بود دیگه حضور نداره. در افغانستان نام داعش است، باور به خدا کنی که نام داعش است. اینجا گفته شد که مردم پشتیبان صلحن، نه صلحی که با تضرر و از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی باشد. همینجا کسایی که شش ما فکر میکنم 90% 95%ش از نظام و از حکومت حمایت میکنه، از جمهوریت حمایت میکنن، از ارزش‌ها حمایت میکنن، حمایت میکنیم. اما این به این معنا نیست که ما حمایت کرده بریم و ما را عزت بکنین، تشریفات بتین و بالا ما را بشانین و منایس دیکور استفاده کنین، این درست نیست. سید مصطفی کاظمی که آن زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان بود، در 15 عقرب سال 1387 با شماری از نمایندگان برای بررسی وضعیت اقتصادی و ولایت‌های شمال کشور سفر کرده بودند. در جریان بازدید از فابریکه قند بغلان هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. حمله ای که جان کاظمی 5 عضو مجلس نمایندگان و بیش از 70 دانش آموز را گرفت.